در برنامه امشب از آقای دکتر مهدی خزعلی دعوت کردیم که مهمان ما باشن. آقای خزعلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام علیکم. امیدوارم که عفو بفرمایید که هفته گذشته تحلیل هفتگی انجام نشد. البته خب سرای قلم برنامه‌های مفصل داشت. دو تا تحلیل در واقع نقد کتاب مفصل داشتیم و زمان نشد که در سرای قلم ما به تحلیل هفتگی بپردازیم. انشالله بتونیم هر هفته برنامه خوبی رو داشته باشیم در خدمتتون. آقای خزعلی، همینطور که عرض کردم در اول برنامه، اولین موضوعی رو که امشب بهش میپردازیم فساد مالی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانه. این خبر رو دور تیوی در دوم آبان ماه منتشر کرد. 63 حساب آقای لاریجانی رو با سود ماهیانه 22 میلیارد تومان، بعد شبکه آمد نیوز 10 روز بعد پوشش داد به این خبر، از ورودی سالانه 250 میلیارد تومان این حساب ها پرده برداشت. آقای طیب نیا اومدند مصاحبه کردند در شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، این حساب ها رو تایید کردند و گفتند که واریز کردن وجوهات شرعی و قانونی بوده. آقای صادقی روز بعد اومدن موضع گیری کردن، خواستن از آقای صادق لاریجانی که این حساب ها رو اسناد و مدارکشون رو منتشر کنن تا وضعیت مشخص بشه برای مردم. بعد دادستان تهران موضع گیری کردن. نظر شما رو در ارتباط با وضعیت قوه قضاییه، با این فساد مالی که هم اکنون ما شاهدش هستیم، در ارتباط با قوه رئیس قوه قضاییه منتشر شده میخواستم بدونم. عرض کنم خدمتتون که این نابسامانی مالی در قوای استگانه فرقی نمی کنه، همیشه بوده. بهانه هایی باعث شده که این نابسامانی ها ایجاد بشه. ببینید، در زمان آقای یزدی یه همچین حسابی بود در اختیار آقای یزدی. مثلا تو بندر عباس قایق‌هایی که توقیف می‌شد اینا رو می‌آوردن به ثمن بخش. اگه مثلا قایق 2 میلیون 3 میلیون اون موقع ارزشش بود، به 200-300 تومن این رو می‌فروختن، حراج می‌کردن. بعد حالا مالکین می‌آمدن توی دادگاه رأی می‌گرفتن که آقا باید برگرده بهشون. وقتی می‌خواستن قایقو برگردونن، قایقی وجود نداشت. می‌گفتن ما حراج کردیم و فروختیم به 1/10 قیمت. میگفت همون پوله رو بدیم. این پول رفته تو حساب آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه و بعد نمونده بود. آقای رئیس قوه خرج کرده بود شخصی. بعد نه پول همون 1/10 ثمنشون هم بهشون نمیرسید، چون پوله خرج رو در آقای یزدی نداشت بده. این یکی از نمونه هاست. یا مثلا در زمان دولت احمدی نژاد، برای اینکه اگر تحریم ها فشار آورد و ما نتونستیم از پول های دولتی استفاده کنیم، پول های دولت در حساب های خارجی بلوکه شد، اومدن یکی از طرحهای آقای احمدی نژاد این بود که ما پول ها رو 100 نفر معتمد بگیریم، یعنی سرداران، به حساب این سردارا بریزیم. طرحهای عجیب غریب دیگه و متاسفانه هم احمقانه بود. یه سری از این سردارا پول ها رو برداشتن رفت خیلی راحت. یه سری از این سردارا پولاشون توسط در واقع تو تحریم به عنوان پولشویی و پول سیاه مسدود شد و هنوز هم مسدوده. یه سری از این سرمایه های مملکت که وقتی ما میگیم چه کار کردی با 800 میلیارد دلار درآمد نفتی آقای احمدی نژاد، یه مقدارش از این کارا شده، یه کارای واقعا نابخردانه عجیب. و همه اینها راهکارهای اینطوری پیدا کردن تو تمام، فقط رئیس قوه قضاییه نیست. شما برید توی سازمان تبلیغات، برید توی صدا و سیما، برید توی قوه مجریه، قوه مقننه، این حسابا اینطوری درست کردن. حالا قصه این حسابا چی؟ یه بخشنامه ای شد که بانک‌ها 8 بانک دولتی بودن، پول‌ها هم تو بانک‌های دولتی بود، از ملی و صادرات و تجارت و سپه و همه اینها بانک‌های دولتی بودن. گفتن به سپرده‌های دولتی سود تعلق نگیره، در واقع سرمایه بدون هزینه در اختیار بانک‌های دولتی گذاشتن، که این خودش یک رقابت ناسالم بود. بانک باید یه بنگاه اقتصادی باشه، بایستی مثل همه بانک‌ها در این رقابت شرکت کنه. خب پول‌های دولتی در بانک‌ها بهش سود تعلق نمی‌گرفت. برای فرار از این قانون
اومدن پولا رو آوردن تو جیب مسئولین گذاشتن. بعد یواش یواش دیدن خب سود ماشاءالله، ما بزرگترین شبکه ربوی رو در دنیا درست کردیم به اسم بانکداری اسلامی. سودی که ما میگیریم هیچ جای دنیا اصلا تصور نمی کنن. دنیا مثلا 2% 3% گاهی اوقات صفر، یعنی در جاهایی هزینه میگیرن که پول رو نگه میدارن و اون فسیلیتی رو به سپرده گذار میدن. در اینجا خب میبینیم 20% سود داده میشه. خب علت این که آقایون آلوده شدن، حالا پولهای سپاه و پولهای نیروی انتظامی و ارگانهای دیگه که همه توی قوامین و انصار و بهانه‌های مختلف داره گردش ربوی میکنه و سودهای نجومی بهش تعلق میگیره به کنار، پولهای دولت رو هم که باید سیده حساب دولت باشه آوردن به حساب اشخاص که قانون رو دور بزنن، بایپس کنن و سود بگیرن. اولش به این عنوان که بالاخره پولای دولت یه بهانه بشه سودی باشه، بعد خب توی بودجه دیده نشده بود چه کارش کنم، در اختیار مسئولین باشه. اینا که الحمدلله همشون هم متقی هستن، خب بذار دستشون باز باشه خرجای خارج از شمولشون رو انجام بدن و این شد فساد. بعد یواش یواش ببینیم که همه اینها دستشون توی پولهایی رفت که پاسخگو نبودن. به همین دلیله که بانک ها رو حفظ میکنن، میگن این بانک ها با سود 28%، 31% تا 45% بانک ها با ترفندها که انقدر مثلا 25% باید سپرده بذاری بدون سود، بعد ما بهت 75% چون میدیم. با این ترفنده عملا میبینیم حتی بانک ها با هزینه های جانبیش تا 45% سود داره از مردم میگیرن. یعنی یک تشکیلات ربوی درست کنه برای همگی آقایون بخورن، فرقی هم نمی کنه. حضرت آیت الله بالاخره آیاتو خوب تفسیر میکنه که این حرب با خدا و رسول ربا، لا یور بر ربا رو خوب میخونه که ربا روش نمی کنه، ولی جلوی بانک های خارجی رو گرفتن که بانک های خارجی نیان، چون اگه او بیاد با 2% و 3% و 4% بده، کشاورز و صنعتگر و تاجر ما سریع وثائقش رو از بانک های دولتی جمع میکنه میذاره توی بانک خارجی HSBC، میره 2% 3% میگیره کشاورزیشو میکنه و پول بانک ملی رو برمیگردونه. ظرف 24 ساعت بانک های ما ورشکسته میشن. از اون طرف حضرات سردارها که دارن با همین پولهای ربوی زندگی میکنن و قدرتشون از همینجا نشأت میگیره، اینها یه دفعه درآمد نجومیشون تعطیل میشه. اگر داره کارخانه ما، کشاورز ما ورشکست میشه، صنعتگر ما ورشکست میشه، چون یه عده دارن ربا میخورن و دلشون نمیخواد این بانکهای ربوی تعطیل بشه. کار بزرگی که ما باید بکنیم شفافیت، یعنی اینکه هر چی پول هست در جای خودش باشه، در زی حسابی خود اون مجموعه باشه و به خزانه کل برگرده، پولی خارج از این سیستم نباشه. متاسفانه الان هست، رئیس قوه قضاییه قطعا باید پاسخ خوب باشه. اینکه شرعیه، یعنی چی شرعیه؟ آیا علی از این کارا میکرد؟ یعنی میامد میگفت این درآمد اسمشو بذاری سود پوله، سود سرمایه است، میگفت این مبلغ مثلا 250 میلیون در ماه تو حساب نیست، حضرت آقای لابد ید امام زمانی دارن باید تصرف کنن. یکی از این حضرات عضو شورای نگهبان وقتی که تو پرونده افشاگری پالیزدار رو شد دستش، خب ما رفتیم پیش ایشون که آقا بالاخره این تصرفات چیه؟ شما هیچ کاری نمی‌کنید ولی داره ماهانه 2 3 میلیارد میاد تو حسابتون، برای چی؟ ایشون یه جواب خیلی محکم و قانع کننده داد، گفت ید من ید امام زمانیه. یعنی تموم شد، یعنی ایشون نماینده امام زمانه و این پولم پول امام زمانه، تمام بیت المال مملکت مال امام زمانه، همه آقایون هم یدشون ید امام زمانیه، نائب امام زمان تصرف میکنن، در صورتی که اون امام زمانی همچین یدی برای خودش قائل نبود، علی همچین یدی برای خودش قائل نبود. تا درهم و دینار بیت المال رو حساب نمیکرد نمیخوابید و اجازه نمیداد به خودش یک قرص نان از بیت المال به برادرش عقیل بده که فرزندانش گرسنه. یه همچین وضعیتی رو آقایون دارن تصرف میکنن، هیچ گونه توجیهی نداره، بایستی رسیدگی بشه و ما توقعمون از جناح حاکم نیست. اونها قدرت دستشونه، قوه قضاییه دستشونه و پاسخگو نیستن. ما توقعمون از رئیس جمهوری که انتخاب کردیم، زحمت کشیدیم و مبارزه کردیم تا ایشون بیاد روی کار، به عنوان ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی این است که سوال کنه این بانک ها چه کردن،
این سودها رو به کی دادن؟ آیا این بودجه در واقع پول قوه قضاییه و منافعش و سودش که با یک امضا که همین هم غلط است آیا به جای خودش مصرف شده؟ باید تا ریال آخرش رو محاسبه کنن و به مردم گزارش بدن که نخواهند داد. اما از همینجا میگم آقای صادق لاریجانی قطعا به این حساب رسیدگی خواهیم کرد. دیر نیست، مطمئن باشید، سوخت و سوز نداره، ممکنه یکم دیر و زود داشته باشه، اما چیزی نمیپاید که قطعا انشاءالله به حساب قوه قضاییه در تمام دورانها چه آقای محمد یزدی، چه آقای شاهرودی، چه آقای لاریجانی رسیدگی خواهد شد و قطعا پرونده خوبی به ملت ارائه نمیشه. و متاسفانه حضرات با لباس دین و با پیشوند آیت الله آنچنان ضربه‌ای بر دین زدن که ما نمیتونیم از دین دفاع کنیم. یعنی تمام هم و غم من این است که به مردم بگویم حرکات این آقایون رو پای دین نذارید. دین یعنی علی، دین یعنی پیامبر رحمت، دین یعنی ائمه هدا و مسیری که اونها رفتن، دین یعنی قرآن. یک ذره یک ریال رو جابجا نمی‌کنه و اجازه نمیده که اکل مال بالباطل بشه، دیناری و درهمی رو نمیذاره به باطل کسی مصرف کنه. امیدواریم که این رستگی جدی بشه، یک مطالبه مردمی باید باشه. از آقای صادقی هم واقعا باید تشکر کنیم که ما خیلی خرسندیم که یک صدای دیگری هم اضافه شد. مجلس تنها صداش مطهری بود و الحمدلله آقای صادقی هم داره شجاعانه سخن میگه و باید تقدیر بشه و واقعا بقیه هم یاد بگیرن انشاءالله. آقای پزشکیان هم که نایب رئیس اول هست یاد بگیره، یکمی صحبت کنه. حیفه، ادعا رو بذاریم کنار، این مسائلیه که باید کلمه به کلمش بیان بشه و آینده این مملکت رو میسازه. موفق باشه. آقای غزلی، چیزی رو که واسه مردم الان واقعا اینجا سوال پیش میاد اینه که به جای پرداختن به این فسادها و انتشار اسناد این حساب‌های شخصی و جواب دادن به این تخلفی که صورت گرفته، ما شاهد اینیم که آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی میاد و علنا مردم و رسانه‌ها رو تهدید میکنه، یعنی جرم تعیین میکنه، میگه صحبت از این مفاسد، از این افشاگری‌ها یا انتشارشون جرمه، اونم جرم عمومی. نظر شما در ارتباط با این موضع‌گیری دادستان تهران چیه؟ ببینید، در موضوع یاشار سلطانی هم که تخلفات شهرداری و حیف و میل املاک شهرداری بود، خب قوه قضاییه اومد بالاخره اون کسی که فریاد کرده بود افشاگر رو گرفت، سر پالیزدار هم افشاگر رو گرفتن. اب نداره، انقدر باید ادامه داد. اینها تکلیف شرعی، قانونی و ملی همه ماست، اینها چیز محرمانه ای نیست. طبق قانون بایستی اگر ملکی فروخته میشه در مزایده باشه، طبق قانون باید تمام هزینه و بودجه باید شفاف گزارش بشه و در معرض دید همه 80 میلیون جمعیت ایران باشه. هر کسی که اینها رو بپوشونه، بخواهد مخفی کاری کنه، مجرمه. نمیخوام بگم متهمه، نخیر، مجرمه و خیانتکار، خیانت به ملت کرده. و هر کسی که دسترسی داره و اعلام نکنه و کتمان شهادت بده داشته باشه، این طبق قرآن باز هم همدست است. اگر کسی در گوشه‌ای، در حسابداری، در زی حسابی، در یک کارگزینی یک فیش حقوقی نجومی پیدا کرد، یک برداشت غیرقانونی پیدا کرد و اعلام نکرد، اون دنیا باید جواب بده، مال بیت الماله. من از همینجا میگم عزیزان، در تمام ادارات اگر یک کارمندی یک تخلفی پیدا کرد، امروز رسانه‌ای به وسعت تمام مردم ایران داریم، هر بچه‌ای با یک دوربین میتونه و یک موبایل یک خبرگزاری باشه. حتما خبرها رو پخش کنید و نگران نباشید، 80 میلیون جا ندارن در زندان‌هاشون. آقای خزلی، موضوع بعدی که میخوام در برنامه امروز بهش بپردازم موضوعیه که شما در 21 شهریور به اون پرداختید. 21 شهریور همین امسال شما در برنامه‌ای که با شبکه دور تیوی داشتید اعلام کردید که مشکل داعش و در اصل به وجود اومدن داعش در منطقه
به دلیل سیاست‌های غلط اشخاصی مانند سردار سلیمانی در منطقه بود. این صحبت شما سر صدای زیادی رو به پا کرد بعد از اینکه سایت‌های مختلف به اون پوشش خبری دادن و بعد شما در 28 شهریور در یک برنامه دیگه در یک تحلیل هفتگی اگر خاطرم باشه که از شبکه دور تیوی پخش شد، شما آقای سلیمانی رو، سردار قاسم سلیمانی رو به مناظره دعوت کردید و از ایشون خواستید که بیان و در یک مناظره آزاد با شما شرکت کنن تا شما با دلایل خودتون ثابت کنید به ایشون که ایشون اون فهم سیاسی کامل رو در منطقه ندارند و علت به وجود اومدن داعش هم سیاست‌های غلطی هست که ایشون و اون تیمشون به کار گرفتن در این مدت و راه حل شما این بود که بیان و از سوریه خارج بشند، دست از کشتن مردم بیگناه سوریه بردارند و در کنار ائتلاف جهانی اون موقع به جنگ با داعش مشغول بشن و داعش رو به این صورت نابود کنند و اون جایگاه خودشون رو حفظ کنند تا قبل از اینکه اون ائتلاف جهانی سپاه قدس ایران و داعش رو با هم دیگه از سوریه بگیرند و بیرون بندازند. این چیزی بود که شما گفتید در 21 و 28 شهریور ماه همین امسال 95. ولی خب مانند همیشه کسی گوش نکرد به این پیشنهادی که شما ارائه کردید. ولی حالا ما شاهدیم که چند روز پیش دو تا قطعنامه صادر شد. یکی از قطعنامه ها خوب شده روال معمول، هر سال سازمان ملل به خاطر نقض مستمر حقوق بشری که در ایران روزانه و هر ساعت و هر ثانیه داره انجام میگیره، این ظلمی که به زندانیان سیاسی، به زندانیان عقیدتی، به مردم جامعه داره میشه، جامعه بین الملل محکوم کرد این نقض مستمر حقوق بشر در ایران رو در یک قطعنامه و امسال رأی بیشتری هم آورد برای تصویب. ولی موضوع مورد توجه این بود که یک قطعنامه دیگه 3-4 ساعت قبل از این قطعنامه به تصویب رسیده بود که اون نقض حقوق بشر در سوریه رو محکوم میکرد. ولی جالب این بود که در یکی از بندهای این قطعنامه حضور نظامی ایران در سوریه و کشتار مردم بیگناه سوریه توسط نظامیان ایران محکوم شده بود. یعنی درست اون پیشبینی که شما کرده بودید و این هشدار رو داده بودید با آقای سردار قاسم سلیمانی و ازشون دعوت کرده بودید که بیان و در یک مناظره شرکت کنن تا شما دلایل خودتون رو ارائه بدید و پیشنهادتون رو ارائه بدید. ولی خب الان ما اینجاییم که متاسفانه نزدیک میشیم به اون پیشبینی که شما کرده بودید، چون اول قطعنامه رو صادر میکنن و بعد وارد فاز عملیاتی میشن. نظر شما رو در این مورد میخواستم عرض کنم. خب من مدت هاست این قضیه رو مطرح میکنم که اگر سپاه قدس وارد سوریه نمیشد، بهار عربی که تونس رو در واقع موجب تغییر حکومتش شد بعد لیبی و بعد مصر و رفت به سمت یمن و حتی بحرین، در سوریه هم به جابجایی قدرت می انجامید و یک حکومت دموکراتیک اگر در سوریه می آمد، چون ما داشتیم نفت می دادیم، 37 سال داریم نفت رایگان می دیم، هر دولتی استقبال می کرد که نفت رایگان رو بگیره و رابطه ما با جایگزین اون رابطه بسیار خوبی می شد، کما اینکه ما با تونس و مصر و لیبی رابطه همون بهتر از قبله. هیچ اتفاقی نمی افتاد. اما سپاه قدس آمد و اصرار داشت از بشار اسدی که الان مقبولیت مردمی نداشت، به هر حال با یک کودتا پدرش اومده بود روی کار و مادام العمر مونده بود و الان هم به پسر منتقل شده بود قدرت، یک حکومت بعثی دیکتاتوری رو حفظ کرد و در نتیجه خب کشورهای دیگری از ترس سپاه قدس و ایران که اسرائیل میتونه باشه، عربستان، قطر و آمریکا، اومدن داعش رو درست کردن. اگر سپاه قدس دخالت نکرده بود قطعا داعشی به وجود نمی آمد و یک انقلاب مردمی، یک بهار عربی در
سوریه اتفاق می افتاد. نتیجه این قصه این شد که سوریه نابود شده است، نیمی از عراق نابود شده است و ما هم هزینه های زیاد و شهدای زیادی رو متاسفانه تقدیم کرده ایم در اونجا. خب من عرض کردم که تا اینجا اشتباه بوده، اما ماهی رو هر وقت از آب بگیرین تازه است، فرصت داره از دست میره، داره شرایط به جایی میرسه. تو این مدت هم طبیعتاً عمدن نگه داشتم کاری که میشد راحت در 72 ساعت داعش رو نابود کرد و سرکوب کرد، اما میبینیم که داعش میماند، سلاح بهش میرسه برای اینکه این جنگ ادامه پیدا کنه و چهره بسیار خشنی از اسلام به دنیا مخابره میشه. من عرض کردم که الان هم دیر نشه، دیر شده اما دیگه دیرتر نشه و بیایید با ائتلاف جهانی، یعنی با آمریکا، با روسیه، با ترکیه، با عربستان، با همه اینها متحد بشیم برای اینکه این فتنه داعش رو خاموش کنیم و مردم و دنیا و بشریت بیش از این آسیب نبینه. وگرنه اتفاقی که میفته در آینده این است که این ائتلاف جهانی شکل میگیره و این بار علیه داعش و سپاه قدس و این دوتا را حذف میکنه از سوریه و شما با شکست بیرون میان، با خاری بیرون میان. درسته که یه موقعی سید حسن نصرالله بطل بود و قهرمان بود و محبوب کشورهای عربی بود و ایران هم در سوریه محبوبیت داشت، اما الان هر دو متاسفانه محبوبیتشون از دست دادن و حتی منفور شدن در سوریه و این حیفه. بیایید با ائتلاف جهانی برای رفع فتنه داعش همکاری کنید و هماهنگ بشید، وگرنه روسیه شما رو میفروشه و منافعش رو در اون ائتلاف دنبال میکنه و بقیه هم همینطور. من میخوام امروز بگم که این اتفاق افتاد. به هر حال کمیته سوم سازمان ملل مشارکت ایران در سوریه رو محکوم کرد، یعنی الان ما دو تا محکوم داریم، داعش و سپاه قدس. و متاسفانه ما این همه زحمت کشیدیم، این همه شهید داده شده و حالا محکوم ماجرا هستیم. من میخوام بگم اتفاق بعدی نزدیکه. تا اینجا رو ماها و ماها گفتم، یک روز خانم شهید همت زنگ زد گلایه میکرد، سردار سلیمانی خب یک قهرمانی درست کرده بودن، یک بالاخره سوپرمن، بتمن، یه همچین چیزی از این آدم درست کرده و متاسفانه سختشون بود که من بگم سوء تدبیر ایشون باعث شده ما در باطلاق سوریه گیر کنیم. خب حالا اون بتمن شکست، اون سوپرمن شکست، اون آدم بالاخره موهومی که درست کرده بودن، اون آدم افسانه‌ای، مرد افسانه‌ای تمام شد، اما ما هنوز در باطلاقیم. و من میخوام بگم که در آینده نزدیک بشار اسد هم شما رو خواهد فروخت و با ائتلاف جهانی همکاری خواهد کرد و تن میده که شما رو با ذلت از سوریه بیرون کنن. الان به فکر خودتون باشید، مطمئن باشید بشار اسد هم شما رو در معاملات آتی میفروشد. قبل از اینکه بشار اسد شما رو بفروشه به فکر خودتون باشید و بیایید با ائتلاف جهانی سریعا همکاری کنید و از این لجبازی ها دست بردارید. اینطور نشه دست از پا درازتر دومتون رو کولتون بزنید و از سوریه بیان بیرون و بعد ببینید بشار اسد دست در دست همون ائتلاف، همون هایی که باهاشون شما داشتید می جنگید و مرگ می گفتید، راحت شما رو بیرون کرد. این اتفاق هم در آینده نزدیک خواهد افتاد. و من یه بحثی رو میخواستم تحلیلی در این هفته داشته باشم راجع به انتخاب ترامپ، ولی در یه جمله میگم تحلیلش مفصله. ترامپ اگر ما عقلانیتی در سیاست خارجیمون داشته باشیم، یعنی رأس هرم قدرت در ایران یک عقلانیت و یک مشاوره خوب رو بپذیره، نه تنها تهدید برای ایران نیست، یک فرصت طلایی است. تحلیلش که چرا ترامپ و دولت جمهوری هایی که همه نگران شده اند برای ایران، به خصوص من برای جای دیگه نمیخوام بگم، برای ایران میتواند تبدیل به یک فرصت طلایی بشود و ما بتوانیم از پله های ترامپ اونگونه بالا برویم که قدرت اول منطقه بشویم و برگردیم به جایگاه قبلیمون، این برای یک جلسه دیگه میماند. آقای خزلی سپاسگزارم. موفق باشید. خدا نگه همه شما بینندگان عزیز رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.